ما بسیار خاطرات بدی دارم. ما از شروعات زندگی ما بسیار خاطرات تلخ داشتم. بینندگان گرامی سلام و وقتتان بخیر. به یک برنامه ویژه از چینل دری میدیا خوش آمدید. یک تن از نزدیکان بانو نغمه از هنرمندان کشور میگوید که یکی از مسائل بسیار آزاردهنده برای این هنرمند داستان ارتباط و ربوده شدن وی به وسیله مارشال دوستم بوده و او از این ناحیه به شدت ناراحت بوده و بارها بر سر سجاده خود گریسته است. حتمی ده گردن تن دین باشه سلام بگوین. دوستم سلام گو بگوین. آیا داستان ربودن نغمه به وسیله مارشال دوستم واقعی است؟ آیا این مارشال ازبک تبار کشور که خود را بابای ازبک ها میخواند در این قضیه دست داشته است؟ همه دوستم بابایتان مارشال بابایتان امروز نام شما را در سطح جهان در سطح بین المللی شما را مطرح کرده. داستان ارتباط مارشال دوستم و ربوده شدن نغمه چه تأثیری بر روحیه وی داشته است؟ اگر می‌خواهید تا در این مورد بیشتر بدانید و گفته‌های یکی از نزدیکان نغمه را بشنوید، پس تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. نه امپراتور شمال است و نه دوستم جزجان است. بانو شاهپری نغمه هنرمندی است که از ابتدای جوانی و سن 18 سالگی که به آوازخوانی شروع کرده است تا همین اکنون یکی از کلیدی ترین چهره های موسیقی افغانستان بوده و از جایگاه برجسته‌ای در میان هنرمندان و مردم افغانستان برخوردار می باشد. میگم که نغمه جان 100% بختر که نغمه جان بسیار یک زیبایی طبیعی داره. اونا زیبایی دارن که پیور است، خالص است. خانم نغمه همه گیشان هم، همه گیشان. ایک پیار کا نغمہ ہے موجو کی روانی ہے. او هنرمند دورگه بوده و از پدر تاجک تبار و مادر پشتون تبار قندهاری زاده شده است. این برنامه بر اساس گفته های یکی از نزدیکان نغمه ساخته شده است. او که نمیخواهد تا نامی از وی برده شود، گفته هایی را در مورد ارتباط نغمه و مارشال دوستم مطرح کرده و ما این برنامه را بر اساس این گفته ها ساختیم. ما از شروعات زندگی ما بسیار خاطرات تلخ داشتم، بسیار. به دلیل حساسیت شدید این موضوع ما نمیتوانیم تا صدای این فرد را نیز نشر و پخش کنیم، زیرا به گفته این فرد باز هم جنجال تازه‌ای در شبکه‌های اجتماعی ایجاد خواهد شد و از یک گفته صد گفته دیگر ساخته شده و جهان را پر خواهد کرد. به انسان باور مکوه کنه، انسان اعتبار مکوه، در دوی پر نظریات اعتبار مکوه کنه. این فرد میگوید که نغمه با وجود اینکه توانسته تا خود را مدیریت کند و همچنان جوان و زیبا بماند، اما به گفته وی اگر تحولات بسیار شوکه کننده‌ای برای وی واقع نمی‌شد، قطعاً او جوان‌تر از حالا و زیباتر از اکنون می‌ماند. ما زندگی را بسیار انجوی می‌کنم، دوست دارم که دیگه 200 سال دیگه ما زنده باشم، زنده یعنی 200 سال خونی که 100 سال دیگه زندگی کنم. ما زندگی را بسیار دوست دارم. وی افسوده است که نغمه از روزی که پا به عرصه موسیقی گذاشت با ده ها اتهام، تعقیب، اختطاف، ارتباط و صدها مسئله دیگر روبرو بود. به گفته این فرد یکی از آزاردهنده ترین مسائلی که خیلی در شبکه‌های اجتماعی و در میان مردم افغانستان مطرح شده است، قصه ربوده شدن نغمه در نزد مارشال دوستم و حضور او در کنار دوستم و مدت نزدیک به یک ماه بوده است. مخالفان نغمه و دوستم برای اینکه هر دو را تحت فشار قرار دهند، از این سوژه به عنوان ابزاری برای کوبیدن نغمه و دوستم استفاده می کنند و این موضوع برای نغمه به شدت تکان دهنده و زیانبار تمام شده است. شایعات و گفته هایی در میان مردم وجود دارد و برخی ها ادعا کردند که نغمه در دوره کمونیست که به آوازخوانی می پرداخت به شدت مورد توجه و علاقه قماندان ها و فرماندهان دولت کمونیستی افغانستان بود.
در آن زمان مارشال دوستم نیز یکی از برجسته‌ترین فرماندهان دولت کمونیستی بود و روز به روز در حال اوج گرفتن بود. او با جمع‌آوری مجموعه‌ای از نیروهای جنگی و با جرأت ازبک تبار یک گروه ویژه‌ای را در داخل کمونیست‌ها ایجاد کرده بود که جرأت، شهامت و جسارت آنها زبان‌زد خاص و عام شده بود. بر اساس این ادعا مارشال دوستم که قد و جوانی نغمه را مشاهده می کند به شدت علاقه منده وی می گردد تا با نغمه ارتباطاتی ایجاد کرده و وی را به دام اندازد. پس از اینکه نغمه از راه های مسالمت آمیز این موضوع را نمی پذیرد وی گروهی از چریک های آموزش دیده ازبک را موظف می کند و آنها نیز نغمه را ربوده و در نزد دوستم می آورند. دوستم نیز نغمه را به مدت چندین شبانه روز در نزد خود نگه می‌دارد و سرانجام وی را آزاد کرده و نغمه به قندهار و سپس به هند و از آنجا به دبی و دوباره به پاکستان می‌رود و در آنجا می‌ماند. به گفته این فرد نزدیک به نغمه این گفته‌ها نه تنها بر روحیه نغمه و خصوص در ابتدای انتشار آن به شدت تأثیر منفی گذاشته بود بلکه حتی بر روی فرزندان وی و بر روحیه منگل شوهرش نیز بسیار تأثیر منفی و مخرب گذاشته بود و افسوده است که بارها نغمه از این بابت گریه کرده و اشک ریخته است. خود نغمه نیز در یکی از مصاحبه‌هایش از مشکلات و گرفتاری‌هایش به خصوص در اوایل زندگی هنریش سخن گفته، اما افسوده است که هیچ کدام آنها را به زبان نمی‌آورد و با مردم نمی‌گوید. می‌فهمی دیگه، می‌فهمی. من زندگی ما از شروعات زندگی ما خرد بودم، عروسی کردم، من زندگی ما بسیار زیاد وی افسوده است که مشکلات و رنج‌های زیادی دیده و تنها شکایت آنها را در سر سجاده و با خداوند در میان می‌گذارد. این فرد ادعا می‌کند و می‌افزاید که سوگند می‌خورد که هیچ قضیه اختطافی در میان نبوده و مارشال دوستم هرگز دست به چنین کاری حداقل در مورد نغمه نزده است. وی با انتقاد از شماری از شهروندان کشور میگوید که آنان عکس‌های نغمه و دوستم را فتوشاپ کرده و آنان را به نام آنها در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده و فکر نمی‌کنند که این موضوعات چه تأثیرات بدی بر زندگی این هنرمندان و خانواده‌های آنها خواهد گذاشت. وی می‌افزاید که شماری از مردم ویدیویی از رقص یک دختر در کنار مارشال دوستم را پیدا کرده و مدعی شدند که این فرد نغمه است، در حالی که به هیچ عنوان او نغمه نبوده و هرگز نغمه در کنار مارشال دوستم نرقصیده است. این فرد از شهروندان کشور می‌خواهد تا بیش از این باعث آزار و اذیت هنرمندان نشوند و به آبرو و عزت آنان نیز احترام بگذارند. گفته نیست که بتازگی آریانا سعید نیز ادعا کرده است که گفته های مردم او را به شدت ناراحت ساخته بود و به گونه ای که او 2 سال از دوا استفاده می کرد. دوستان گرامی، به پایان برنامه کنونی رسیدیم. تا درود دیگر، بدرود.